سلام میگم به شما بینندگان عزیز. من کیوان جاوید هستم و این برنامه میزگرده که با هم مشاهده میکنیم. در برنامه امروز مهمانان برنامه آقای حسین لاجوردی، آقای حشمت الله تبرزدی و آقای حمید تقوایی به سوالاتم در رابطه با بایکوت جهانی جمهوری اسلامی پاسخ میدن. سوال اینه که آیا میشه جمهوری اسلامی رو در سطح جهان منزوی کرد، به بایکوت کرد؟ شرایط داخلی چه باید باشه؟ چطور هست الان؟ شرایط بین المللی برای اپوزیسیون ایران و برای مردم ایران الان در چه شرایطی هست؟ آیا همه اینا رو در نظر بگیریم؟ آیا میتونیم اپوزیسیون جمهوری اسلامی میتونه کاری بکنه که جمهوری اسلامی در سطح جهان بی‌آبروتر و منزویتر و مورد بایکوت جهانی قرار بگیره؟ مهمانان برنامه به پرسش های من پاسخ میدن. خیلی ممنون و مرسی که دعوت منو پذیرفتید. من اولین سوالم از آقای لاجوردی میپرسم. آقای لاجوردی، شرایط داخلی ایران و همین امروز چطور میبینید؟ رابطه مردم با جمهوری اسلامی رو چطور میبینید؟ رابطه جمهوری اسلامی رو با مردم چطور میبینید؟ شرایط رو توضیح اگر لطفا بدید، ما میتونیم بعدا برسیم به اینجا که در چه موقعیتی هستیم که بریم خیز برداریم برای بایکوت جهانی جمهوری اسلامی. بفرمایید. من سلام میکنم به شما، آقای تبرزدی و آقای تقوایی و همه هموطنانی که این برنامه رو دنبال میکنن. سوالاتتون خیلی خیلی کلی و خیلی زمانبره. من سعی میکنم خیلی کوتاه بهش جواب بدم. اول شرایط داخلی رو مطرح میکنم. هر چقدر که شرایط داخلی امروز با توجه به مسائلی که از چند هفته پیش به این طرف در اصفهان به دلیل بیابی و زاینده رود پیش آمده، هر چقدر به نفع مردم، همونقدر به ضرر حکومته. ولی واقعیت امر اینه که حکومت جمهوری اسلامی در جایی قرار گرفته که اگر به جای آقای خامنه ای، حضرت محمد و حضرت علی هم بیان، هیچ کدوم نمیتونن که پاسخگوی مسائل امروزی باشن که جمهوری اسلامی به وجود آورده. مردم پاسخ میخوان. مردم الان بحثی که مطرح هست این نیست که مرگ بر خامنه ای باشه یا مرگ بر این یا زنده باد بر اون. اصلا مردم به بحث خیلی مشخصی رو مطرح میکنن از چندی پیش به این طرف. حالا میگن آب میخوایم، قبلا میگفتن نون میخوایم، فردا بیکاریه، میگن شغل میخوایم. اینها رو باید پاسخ داد. پس در نتیجه شرایط برای جمهوری اسلامی که کوچکترین قدرت پاسخگویی نداره، بدترین حالته و بهترین حالت برای مردم. در رابطه با مسائل جهانی دو فاکتور اساسی به نظرم باید رعایت بشه. یک این که ما به جایی برسیم که ابرقدرت‌ها، چه شرق و چه غرب، اینها منافعشون دیگه از طرف جمهوری اسلامی تأمین نشه. بله، چون تا البته زمانی من که منافع... سوالم ببخشید در رابطه با هنوز خارج از ایران، خواستم تمرکز اول همه دوستانمون در رابطه با ایران صحبت کنیم و بعد شرایط بین‌المللی رو حتما از شما میپرسم و از همه مهمانان. اگه اجازه بدید من از آقای تبرزدی بپرسم. آقای تبرزدی، جمهوری اسلامی آیا در شرایطی هست که بگه من آینده بهتری دارم، بهتون نوید میدم، وایسید؟ اصلا به طور مثال رئیسی که اومد گفت که دیگه دوره حرف زدن تموم شده و من به مردم به اصطلاح قول داد که میام درست میکنم. آیا جمهوری اسلامی در اون شرایطی هست که وعده ای بده به مردم قبول بکنن؟ موقعیتش از این نظر وعده دادن ها چطوره؟ بفرمایید. من هم درود میفرستم خدمت شما آقای دکتر لاجوردی و آقای تقوایی و همچنین همه بینندگان عزیز و محترم. خب در مورد جمهوری اسلامی این پاسخ به این پرسش خیلی واضحه. همطور که آقای لاجوردی هم فرمودن، الان شرایط جمهوری اسلامی بدترین شرایطه و نه مطالبه ای رو میتونه پاسخ بده و نه میخواد پاسخ بده به لحاظ ساختاری و عمل کرد. و از دیدگاه من نه در داخل کشور کسی انتظار پاسخگویی داشته باشه. روز به روز بدتر شده، سال به سال بدتر شده و الان هم در بدترین شرایط قرار داره. و اساساً اگر کسی بخواد به وعده هایی مثل آقای خاتمی و احمدی نژاد و رفسنجانی و روحانی و حالا خاتم این آقای رئیسی بخواد امیدی داشته باشه،
به نظر من نپخته است. خوشبختانه به مرور مردم ایران بسیار بسیار آگاهتر شدن، پخته تر شدن و میدونن که اینا وعده های سرخرمن میدن و حتی خود رفقای آقای رئیسی و اینا هم تو مجلس و جای دیگه دارن مسخرهش میکنن، میگن آقا شما وعده هایی میدی که اصلا قابل تحقق نیست و وضع کشور هم روز به روز بدتر میشه. صداتون قطع شد یا صحبتتون تموم شد آقای؟ صحبت بله. همین تقوای شما اوضاع عمومی ایران چطور میبینید؟ بنبست جمهوری اسلامی رو آیا واقعا در بنبست راهی هست که بتونه تکونی بخوره از این وضعیت بیرون بیاد؟ رابطه این مردم با حکومت رو و حکومت با مردم رو لطفا خیلی کوتاه اگه بتونید توضیح بدید بفرمایید. صداتون فکر کنم بسته باشه حمید تقوایی. بله میبخشید صدا بسته بود. ابتدا سلام دارم خدمت آقایان لاجوردی و تبرزدی و همینطور همه بینندگان عزیز این برنامه. بله سوالی که شما مطرح میکنید به نظر من از این نظر باید بهش نگاه کرد یا از این زاویه که به نظر من یک شرایط و مناسبات جدیدی بین مردم و جمهوری اسلامی برقرار شده. جدید که میگم منظورم از 98 هست مشخصا. 98 یک نقطه عطفی بود و شرایط رو به وجود آورد که مردم و جمهوری اسلامی کاملا در برابر هم قرار گرفتند. در این دو سال اخیر و در طی این اعتصابات، مبارزات و کلا تحرکات و حرکت‌های اعتراضی که در جامعه هست ما میبینیم مسائلی مثل فرض کنید سرنگونی جمهوری اسلامی یا محاکمه فرض کنید خامنه‌ای به خاطر حتی قضیه کرونا یا محاکم یا رئیسی که به عنوان جلاد تهران بهش رجوع میشه یا قصاب تهران جلاد ایران از این لقب ها رسانه‌های خارجی بهش میدن یا اینکه در دل خود همین انتخابات مردم مادران آبان و مادران خاوران اومدن گفتن رأی ما سرنگونی است. از همین نظرها میبینید یک رابطه قطبی و کاملا رو در روی بین رژیم مردم برقرار شده که مثلا یک حالت یک جنگ بی امان و آشتی‌ناپذیری به خودش گرفته. ببینید دولت ها ممکنه مردم خیلی از دولت های ناراضی باشن، حتی اعتصابات و اعتراضات وسیع هم باشه، ولی بالاخره اون به عنوان دولت مردم بهش نگاه میکنن، حال دولتی که سیاستاش اشتباه است یا دولتی که مطالباتشون رو جواب نمیده و غیره. این رابطه دیگه نیست. مردم جمهوری اسلامی به عنوان دشمن مثل یک نیروی اشغالگر میبینن، مثل دشمن میبینن. یه حالتی که شاید مردم شیلی با پینوشه داشتن، من توی صحبت دیگه این مثال رو زدم، یه همچین رابطه این مردم به این حکومت دارن. این حکومت قاتل خودشون میدونن و مبارزات و اعتراضات در این جهت هست. طبعا مردم هر روز نمیتونن با شعار سرنگون باد و مرگ بر دیکتاتور اینا بیان تو خیابون. این مناسبات مشخصی میخواد و نقطه اوجهایی در جنبش پیش میاد، ولی اعتراضاتی که دارن حتما مطالباتی دارن، ولی این مطالبات دیگه سرنوشت سازه. میدونن جمهوری اسلامی قادر به تحقق اینها نیست و باید بره. مثل همین اعتراضاتی که الان در اصفهان شاهد هستیم، خب مسئله بیابی و خشک شدن زاینده رود و خواست اینه که زاینده رود باید آبش برگرده. مردم میگن تا آب برنگرده تو زاینده رود ما نمیریم خونه. آیا میتونه جمهوری اسلامی این کارو کنه؟ همه میدونن نمیتونه. خودش اصلا مسئول این وضعیت بوده، خودش این حالت رو ایجاد کرده. منافع اون مافیای اقتصادی که پشت قضیه هست ایجاب کرده که وضع به اینجا برسه. اینو هم مردم میدونن، هم خود حکومت میدونه و بنابراین قضیه چی میشه؟ مردم دو هفته تحصن میکنن، اشغال میکنن، خیابونا رو میشنن و بعد اوباش جمهوری اسلامی میفتن به جلو. این یک جنگی هست به نظر من و این حالت حالتیه که من فکر می‌کنم این جنگ بنا به تعریف بنا به ماهیتش فقط میتونه با پیروزی مردم تموم بشه. هیچ حکومتی نمیتونه جامعه ای رو حذف کنه، ولی جامعه میتونه حکومتی رو به زیر بکشه و ما شاهد این روند هستیم. بله آقای لاجوردی، خب خیلی زمانهای زیادی لازم بود آدم افشاگری کنه علیه یک حکومت، حتی جمهوری اسلامی. یه دوره خاتمی اومد، خیلی فشارها روی افشاگری بود، وعده‌های داد، گفت به اصطلاح گفتگوی تمدن ها را میندازم، هر چی. هنوز در شرایط امروز که رابطه مردم با حکومت در این شرایطی، هنوز باید افشاگری کنیم؟ فعالیت اصلی اپوزیسیون افشاگری باشه
یا بره برای، چون تمرکز برنامه من سر بایکوت جهانی جمهوری اسلامی هست، میخوام اینجا برسم، یا باید بره روی اقدامات دیگه. وظیفه اپوزیسیون در اینجا چه میتونه باشه؟ بفرمایید. ببینید آقای تبرزدی یه نکته ای رو در صحبتشون بهش اشاره کردن، اسم از احمدی نژاد و خاتمی و رئیسی و نمیدونم روحانی و اینها آوردن. اولین مرحله اینه که ما یاد بگیریم، بدونیم، بفهمیم که اینا همشون یک پارچه یک کرباسن، هیچ کدوم با همدیگه تفاوت ندارن، یکیشون پلیس خوبه، یکیشون پلیس بد، ولی پلیس خوبه ها معمولا همیشه بدترین ها هستن. ولی مسئله‌ای که اشاره می‌کنید به بایکوت جهانی، من فکر می‌کنم که ما در مرحله اول قبل از رسیدن به بایکوت جهانی باید به بایکوت داخلی بریم. اینی که اپوزیسیون چه نقشی می‌تونه در این زمینه داشته باشه، چه در داخلی چه در خارجی، من کمتر بها میدم. من بیشترین بها رو به داخل کشور میدم و همین که الان ما شاهدش هستیم که در این دو سالی که آقای تقوایی هم بهش اشاره کردن، ما شاهد جنبش های متعدد و متفاوت بودیم و حتی بسیاری که ما ازشون خبر نداریم در گوشه و کنار ایران. امروز دیگه مسئله رو باید به این ترتیب بهش برخورد کرد که اگر امروز اصفهان مطرحه، بحث خوزستان هم هست، بحث نمیدونم سیستان و بلوچستان هم هست، بحث کردستان هم هست و این مجموعه باید اون بایکوت داخلی رو امروز شکل بده. ببینید بحث آب در ایران بحث فقط زاینده رود نیست، بحث دریاچه رضاییه بوده، بحث هامون بوده، بحث کارون بوده، امروز بحث زاینده روده. ما مشکل آب داریم ولی نه به اندازه ای که به اینجا برسیم زاینده رود خشک بشه. مشکل رو باید در اینجایی دید که مسئله رو مجموعه حکومت بالاخص سپاه و غیره و غیره این آب رو مصادره کردن. اینجاست که مردم مسئله رو باید درک بکنن که به همدیگه کمک بکنن. من فکر میکنم که ما توی تاریخ فرانسه وقتی نگاه میکنیم، شورش گرسنگان وقتی به وجود میاد به طرف انقلاب میره. در دنیا ما تا حالا شاهد شورش تشنگان نبودیم، امروز شاهد شورش تشنگان و گرسنگان هستیم. اگر بخواهیم به جایی برسیم که مسئله بایکوت جهانی پیش بیاد، اول باید برنامه ریزیش در داخل ایران بشه و اون اپوزیسیونی که من با علامت سوال بهش نگاه میکنم و شما مطرح میکنید، باید یه چیزی رو یادشون باشه، اون اپوزیسیون معنی داره. ما بیاییم در حال حاضر در برابر یک حکومتی که ایران رو غارت کرده و ویران کرده صلح موقت داشته باشیم تا بتونیم که به اون مرحله کمک برسیم، چه در داخل و چه از نظر بین‌المللی. بله آقای تبرزدی، مسئله داخل ایران، مردم ایران، مبارزات، جنبش‌ها چطور میتونه کمک بکنه که در سطح بین المللی دولت ها به این نتیجه برسن، به این واقعیت برسن که میشه جمهوری اسلامی رو بایکوت دیپلماتیک و سیاسی کرد داخل ایران؟ بفرمایید. خب الان شما یک بحثی رو مطرح کردید که به نظر من یه مقداری باید شفافتر بشه، یعنی طرح سوال و پاسخ باید در یک نسبتی قرار بگیره. شما از یک سو بحث بایکوت بین المللی رو مطرح میکنید، خب بایکوت بین المللی با وجود اپوزیسیونی که در خارج کشور هست، این انتظار وجود داشته که این اپوزیسیون بتونه در این زمینه کار کنه، مثل همین دادگاه نوری یا دادگاه آوانی که تشکیل داد اپوزیسیون. به نظر من دو کار موفق بود، یعنی اپوزیسیون به ویژه در دادگاه آوان نشون داد اونجایی که با هم متحد بشن و با یک برنامه معین جلو بیان میتونن تأثیر بگذارن. حالا در داخل کشور که اثر بسیار خوبی داشت، روی افکار عمومی تأثیر گذاشت و من فکر میکنم اگر برگزار کنندگان دنبال اون رو بگیرن میتونن روی دولت ها هم اثر بگذارن، اول روی پارلمان ها بعد روی دولت ها. و ما خب حرف خوب زیاد داریم، طرح خیلی خوب زیاد داریم، مثل همین بس بایکوت، ولی راهکارها رو باید ببینیم، بسترها رو باید ارزیابی بکنیم.
یعنی باید راهکارها و در واقع اون علتهای مادی و روی زمین رو ارزیابی بکنیم. و داخل کشور همونجوری که آقای لاجوردی فرمودن، مسئله مردم ایران، مسئله مبارزه، بایکوت در داخل معنا نمیده. بایکوت رژیم نداریم، حالا یه وقت بایکوت نمایش انتخاباتی که همواره صورت گرفته، اما اینجا مسئله مبارزه است، مبارزه با رژیمه. اگر شما بخواید در داخل، در مورد داخل صحبت کنید، باید این راهکار مورد بحث قرار بگیره که ما چگونه میتوانیم همه نیروهای اپوزیسیون، رسانه ها، داخل و خارج رو پشت حرکت ها، پشت مبارزات بیاریم. اتحاد در عمل. اتحاد در عمل یعنی که با هر اختلافی که داریم، وقتی که مثلا اصفهان پیش میاد، این مقدار ما اتحاد داشته باشیم که برای تداوم مبارزه توی اصفهان یک راهکار ارائه بدیم که ندادیم. هممون ندادیم، یعنی صداها مختلف بود. اینی که من دیشب در یک برنامه گفتم، اینی که در اصفهان کل مردم اصفهان با یه رژیم، با کل رژیم درگیر شدن. واقعیت بود که فقط تو پتانگ نیوردن، اما کل مردم اومدن، اونم کل نیروشون رو بردن. اما در مثلا یه شهر اونوری هیچ اتفاقی نمیفته و یا شب دیگه اتفاقی نمیفته، این نشون میده ما اپوزیسیون ها اتحاد در عمل نداریم، صداهامون مختلفه، رسانه‌هامون حرفای مختلفی میذارن. خب هممون اهل تحلیلیم. اما شما میفرمایید که بایکوت داخل، به اصطلاح مبارزات داخل، بایکوت در خارج، اینجا هم یک عدم تناسبی هست. برای اینکه معنای حرف شما اینه که اگر در داخل مبارزات تشدید بشه، مردم مخالفتشون اعلام کنن و معلوم بشه رژیم پایگاهی نداره، خود به خود مثلا دولت آمریکا میاد جمهوری اسلامی بایکوت میکنه، یا انگلستان میاد بایکوت میکنه، یا فرانسه میاد بایکوت میکنه. اصلا چنین چیزی نیست. برای اینکه مردم ایران سالیان ساله که گفتن این رژیم رو قبول نداریم، در سال 98 تو پوتانگ بودن مردم رو کشتن. فرانسوی‌ها نمیفهمن؟ نه، بله. اینجا یه مسئله وجود داره و اونم اینه که منافع دولت‌های غربی الان این نیستش که مستقیم با مبارزات مردم ایران در یک راستا قرار بگیره. اونا در حوزه مسائل اقتصادی هر چی خواستن رژیم رو بایکوت کردن، آمدن یک تحریم کامل وضع کردن. ولی اونها با دیپلماسی و به دیپلماسی با رژیم ارتباط نیاز دارن. اگر بحث بایکوت باشه، یعنی که نمایندگان رژیم در محافل بین المللی به عنوان نمایندگان ملت ایران به رسمیت شناخته نشن، نه خامنه‌ای، نه رئیسی، نه نمایندگانشون، نه وزیر خارجهشون. اما دنیای غرب چون نیاز داره، به هر حال حالا این نیازش بخش ناچاریه، برای اینکه رژیم ایران یه رژیم فاشیستیه، تقریبا شبیه نازیست هاست، ممکنه دنیا رو به آتش بکشه، اونا رو به این نتیجه رسیدن باید از طریق مذاکره آرامش کنن یا هر چیز دیگری. اما هیچ تلازم و هیچ نسبت مستقیمی بین نارضایتی مردم ایران، مبارزات مردم ایران علیه رژیم حاکم، با برقراری بایکوت از سوی دنیای غرب علیه این رژیم ما کنون ندید. بله. خب سوال من از شما همین تقوایی اینه، همونطوری که آقای طبرزدی گفته، میگه دولت ها میگه نمیدونن در ایران چه خبره. با توجه این که همه دولت ها همین تقوایی میدونن در ایران چه خبره، با توجه به این که مردم اعلام کردند کل نظام نشانه است و قبولش ندارن، چه باعث شده که این پروسه بایکوت سیاسی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی توسط دولت‌های غربی و خصوصا اروپایی با شدت و تمام به اصطلاح ادامه پیدا، اصلا شروع نشه و تو این مرحله گام بر ندارن؟ دلیلش چیه؟ بفرمایید. اینجا چند نکته مطرح شده، من دارم وقت باشه که به همش بپردازیم. نکته اول این هست که همین سوالی که شما مطرح کردید، آقای طبرزدی گفت که خب دولت‌ها منافع خودشونو دارن، اینو روشنه برای همه ما که دولت ها منافع مردم ایران رو دنبال نمی کنند، حتی منافع مردم خودشون رو دنبال نمی کنند، منافع طبقه حاکمه معینی تو هر کشور اینا سیاستشون مبنی بر اینه. خب خود این کشور هم نارضایتی است، ولی تا اونجایی که به جمهوری اسلامی مربوط میشه روشنه، اگر دولت ها رو به حال خودشون بگذارید، اینها تغییر در سیاستشون نخواهند داد. منتها مسئله این هست که آیا در سیاست نیرو تعیین کننده است؟ حالا این نیروی ها میتونه نیروی اقتصادی باشه، نیروی دولتی باشه، نیروی ارتشا باشه، یا نیروی اعتراضات و قیام ها و تظاهرات ها. خب این دولت ها پشت حکومت شاه هم بودن، ولی وقتی به این نتیجه رسیدن که دیگه قابل ادامه نیست، در واقع منافع خودشون به خطر میفته.
اگر همه به صلاح تخم قارشون رو توی سبد شاه بگذارن، خب تصمیم گرفتن که دیگه از اون حمایت نکنن، آلترناتیو پیدا کردن که بیشتر میتونست منافعشون رو به نظر خودشون اون موقع برآورده کنه، رفتن پشت سر خمینی. میخوام بگم یا در مورد آفریقای جنوبی هم همینطور بود، بالاخره پشت اون دولت سالها ده ها سال بود دولت آپارتاید نژادی اونجا بود و مسئله همیش که باهاش نداشت. ولی وقتی مردم آفریقای جنوبی بلند شدن و ANC شکل گرفت و اون انقلابات شد، تشخیص دادن که دیگه نمیتونن، منافع خودشون در آفریقای جنوبی به ضرر به خطر میفته اگر همچنان پشت رژیم نژادی اونجا بیستن و بنابراین تحریمش کردن. میخوام بگم اینجا هم همینطوره، فاکتور نیرو. من این رو قبلا هم بارها گفتم که ما روی نیروی مردم، مبارزات مردم در ایران، در خارج کشور، افکار عمومی و نیروهای مترقی در خارج کشور که هستن، احزاب و نیروهای خیلی پیشرو مترقی که واقعا میخوان مردم ایران اصلا هدف و آرمان ما رو تا حدی مشترکن باهاش، رو اینها حساب میکنیم برای اعمال فشار به دولت و معتقدیم میشه علارغم اینکه منفعتشون اینطور هست، میشه طوری شرط ایجاد کرد که متوجه بشن دیگه براشون صرف نمیکنه، حتی به این معنا که بگن در انتخابات بعدی داخلی خودمون ممکنه رأی نیاریم. اگر دولت ایران انقدر رسوا بشه که افکار عمومی مثلا در انگلیس یا فرانسه کاملا محکوم کنه سیاست دولت ایرانو، خب حزبی که نیاد همراه این افکار عمومی خوشو قرار بده، لابد تو انتخابات کرسی از دست میده. خب میگم اینا همه تو سیاست فاکتوره، تو سیاست بر سر نیات و اهداف احزاب نیست، اونها سر جای خودش، سیاست بر سر نیروه و اینکه احزاب اگر بخوان فرض کنید به سیاست قدیمیشون ادامه بدن یا دولت‌ها، میبینن خودشون منزوی میشن. این فاکتوری که در نظر بگیرید به نظر من کاملا معنی میده که ما مبارزه کنیم برای اینکه نیروهای رو جمع کنیم، فضایی بسازیم، گفتمانی در سطح جهانی به راه بندازیم که جمهوری اسلامی باید بایکوت بشه، با این شعار که جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست، قاتل مردم ایرانه. اگر این رو ما مطرح کنیم، فرض کنید اگر بتونن نیروهای اپوزیسیون، نیروهای اپوزیسیون منظورم نیروهایی است که واقعا با جمهوری اسلامی کاملا مخالفن، میخوان دیگه سردگون بشه، که امروز خوشبختانه خیلی از نیروهای اپوزیسیون روی این موضوع اومدن، قبلا هم اگه چنین موضوعی نداشتن امروز اینطور حرف میزنن، اگر این نیروها بیان و یک صدا اینو مطرح کنن تو دنیا و این یه نیروی خواهد شد که یک فضایی میسازه، یک شرطی ایجاد میکنه که دولت‌ها ببینن هیچ کس مثل که تو ایران این حکومت قبول نداره و همه دارن میگن که این باید بره. و از اون طرفم اتفاقاتی مثل دادگاه آبان، تریبونال و غیره مستند و مستدل میاد به همه جهانیان و افکار عمومی. دولت ها به قول شما میدونن، دولت ها بیشتر از ما میدونن که جمهوری اسلامی چه کرده در دهه 60 و در کشتار و اینا رو، از ما اطلاعات بیشتری دارن. ولی مهم اینه که اطلاعات میاد رو میشه و افکار عمومی و جهان متوجه میشه و اون وقت مجبور میشن رسانه هاشون ابتدا و بعد متفکرانشون، صاحب نظرانشون، کم کم احزاب یک کمی مترقی تر حتی پارلمانیشون بیان به این گفتمان تن بدن و گوشاشون رو باز کنن. این روند الان شروع شده. اگر شما شرط امروز رو مقایسه کنید با 5 سال قبل، حتی خب اون موقع منافع دولت ها همین بود که به جمهوری اسلامی رابطه داشته باشن، امروز هم هست. ولی امروز ببینید مثلا گزارش های عفو بلال رو ببینید چقدر فرق کرده با گزارشاتی که 10 سال پیش میداد، اینکه همین رژیم بود با همین کشتارها، یا گفتمان های رسانه های غربی رو ببینید چقدر فرق کرده. اینها به نظر من نشون میده یک روندی رو میشه تشدید کرد، به پیش برد که جمهوری اسلامی هرچه بیشتر بله. به طرف بایکوت. این نکته میدونم الان وقتم تموم شده، این نکته هم بگم، شرایط داخل هم که آقای طبرزدی گفتن فرق میکنه. بایکوت در داخل ایران مطرح نیست، در داخل ایران سرنگون کردن حکومت مطرحه. بایکوت جهانی میتونه به این هم کاملا کمک کنه. بله، آقای لاجوردی و آقای طبرزدی و شما آقای حمید تقوایی، سه شخصیت اپوزیسیون سرنگونی طلب، حالا هر جوری میشه گفت، علیه جمهوری اسلامی هستید که بایکوت رو قبول دارید. جمهوری اسلامی باید در نزد دولت‌ها از نظر سیاسی و دیپلماتیک بایکوت بشه. قدم‌هایی که میشه در همین زمینه آقای لاجوردی برداشت و بقیه رو همراه کرد چیه؟ ضعف چیه و چجوری میشه بر این ضعف فائق اومد؟ بفرمایید آقای لاجوردی.
آقای تقوایی دو مثال رو مطرح کردن، یکی آقای ماندلا و یکی آقای خمینی در ایران و در افریقای جنوبی. من مدتی پیش در وزارت خارجه فرانسه تو هم صحبتی می شد و اونها همین حرف خیلی جالبه به من گفتن که ما بیشتر از شما می دونیم در ایران چه می گذره. بله. ولی آیا شما قادر هستید که جایگزینی برای جمهوری اسلامی معرفی بکنید که منطقه به آشوب کشیده نشه؟ این یه سؤاله، این سؤال ما باید پاسخ بدیم. ببینید اینی که آقای تقوایی اشاره میکنن به درستی که باید به توافقی رسیده بشه که بشه اون بایکوت جهانی رو شکل داد، من فکر میکنم که اون فاکتورهای اصلی مطرحه. آقای ترامپ وقتی که رئیس جمهور شد در یک سال اول نزدیک به 800 میلیارد دلار اسلحه فروخت فقط به دلیل وجود جمهوری اسلامی و عربده هایی که می کشید در جهان عرب و کشورهای خلیج فارس بتونن این اسلحه ها رو بخرن. خب چرا باید که آقای ترامپ که همیشه هم می گفت من قصد سرنگونی نظام رو ندارم بیاد بخواد نظام رو سرنگون بکنه؟ ببینید مسئله رو به نوع دیگه‌ای باید به نظر من بهش نگاه کرد. بحث در اینجاست که اگر این رژیم فاشیسته که بدتر از فاشیسته، ما نقشمون چیه؟ اگر ما فکر میکنیم که باید شرایط بایکوت جهانی فراهم بشه، اول باید شرایط در داخل ایران فراهم بشه. من به شخصه بعد از این به حال 4 دهه‌ای که در خارج از کشور توی مسائل اپوزیسیون هستم، به هیچ وجه من از وجود باور ندارم که این چند نفر رهبران خودخوانده بخوان از منیت خودشون دست بردارن و دور یک میز بنشینن و این بحث رو که چیکار بکنن که شرایط جهانی در موقع برای بایکوت جمهوری اسلامی فراهم بشه رو به وجود بیارن. به همین دلیل برمیگردم به اینجایی که ما ناگزیر باید بتوانیم در داخل ایران، ما که در خارج هستیم، حمایت بکنیم از اون جایگاهی که مردم ایران دارن جلو میرن. نه به این معنا که اسم من شاهزاده است، اسم من پسر آیت الله است، اسم من پسر فلانه، اسم من رهبر فلانه، بیان بگیم که بله برید جلو من این کار، نه، اسم هیچ کدوم از ما نباید باشه، دلیل هم داره که نباید باشه، برای اینکه مردم خود جوش دارن این کار میکنن، مردم به جان آمدن که دارن این کار میکنن. به ما در خارج از کشور چه ارتباطی داره؟ ما اگر راست میگیم باید بتونیم که به اون صلح موقت برسیم. من سال 2016 رو فقط مثال میزنم، کنفرانسی رو ما در تورنتو گذاشتیم، آسیب شناسی اپوزیسیون، بیایم با همدیگه بنشینیم ببینیم که مشکلاتمون چیه. اگر مشکلی نداشتیم چرا اینجا هستیم؟ اگر مشکل داریم، مشکل مالی داریم، مشکل رهبری داریم، هر مشکلی داریم، دور یه میز بشینیم حل بکنیم. هیچ کدوم از این رهبران اپوزیسیون غیر از رهبران احزاب منطقه‌ای که آمدن و دلسوزانه از همه اپوزیسیون ایران خواستن که بیایم با هم بنشینیم حضور پیدا نکردن. این بحث رو جدی تلقی بکنیم، خودمون رو فریب ندیم. این فریب دادن خود ماست که ما فکر بکنیم که ما میتوانیم در خارج از کشور به بایکوت جهانی کمک بکنیم. بله، جمهوری اسلامی میتونه سقوط بکنه با همین درخواست ها و نیازهای مردم ایران که جمهوری اسلامی قادر به پاسخگویی نیست، ولی واقعیت امر اینه که ما ناگزیر در اون زمان باید فکر بکنیم. اون فکر کجاست؟ اون فکر امروز حمایتیه که از این جنبش ها و خواست ها و نیازهای مردم در داخل کشور میشه. بله، من فکر نمی کنم کسی اپوزیسیونی شخصیتی امروز پیدا بشه که بگه که من از مبارزات مردم ایران در رابطه با جمهوری اسلامی حمایت نمی کنم یا کم حمایت می کنم یا حتی خواهان سرنگونی این بند بساط نیستم. ولی نظر من، میخوام نظر شما رو بپرسم آقای تبرزدی. بنابراین طبق گفته آقای لاجوردی، شما راهی نمی بینید که سر بایکوت جمهوری اسلامی توافقاتی بین اپوزیسیون با همه گرایشات فکری سیاسی طبقاتی حالا هر جور هست به وجود بیاد؟ شما نظرتون چیه؟ امیدوارید؟ ناامیدید؟ چطوره؟
واقعیتشو بخوای من الان راجع به این مسئله اصلا فکر نمی کنم. ما در داخل کشور خب البته در 15 سال پیش این بحث مطرح بود که پیشنهاد داده می شد به دول خارجی به ویژه غربی ها که واقعا اگر با جمهوری اسلامی مخالفید و می خواهید زمین گیرش کنید بیایید بایکوتش کنید، نمایندگانش رو به رسمیت نشناسید. و این پیشنهاد در برابر اون تحریم های اقتصادی بود که به جای اینکه تحریم هایی رو که وضع می کنید اگرچه میگید هوشمند، اما این تحریم ها یک نوع تنبیه پادگانی میشه، به اصطلاح عمومی میشه، بیاید و تحریم ها رو یا همون بایکوت رو بذارید رو نمایندگان رژیم. کافیه بیاید بگید ما دیگه وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو رسمیت نمیشناسیم، راه نمیدیم. خب این نشد. یعنی این تا 15-20 سال گذشته به ویژه از سال 82 مطرح شد از سوی همه نیروهای سیاسی، مخالف، آزادی خواه، حقوق بشری. ولی امروز ما داریم راجع به داخل فکر میکنیم. درست میگن آقای لاجوردی. من هم معتقدم که در خارج این اپوزیسیون ها به جای اینکه دور هم بشینن خیلی وقتا اصلا فعالیت های هم دیگر رو خونسا میکنن. اجازه بدید یه نکته دیگری رو من بگم. الان اصلا کارکرد اپوزیسیون ها در خارج کشور، حالا در مورد بایکوت که بحثی است، اما در داخل کشور هم کارکرد خیلی مؤثری نیست، بلکه رسانه ها الان خیلی تأثیر دارن. یکی رسانه ها هستن، دیگری سوشیال مدیا. اینا هستن که مثلا در سوشیال مدیا خود مردم هستن، دارن اخبار و گزارش ها رو با هم مبادله میکنن، با هم دیگه در ارتباطن، هماهنگی میکنن، حتی فراخوان ها رو. بعد از سوشیال مدیا این رسانه های ماهواره ای هستن که من دیشب در یک برنامه میگفتم، گفتن در داخل کشور ایران به دلیل سرکوب شدید، به دلیل حکومت پلیسی و امنیتی و کنترل سیستماتیک همه مبارزین آزادی خواهان به ویژه اونایی که شناخته شده هستن، بنابراین امکان سازماندهی خیلی مشکله. ولی شما اگر از طریق رسانه وارد بشی، از طریق سوشیال مدیا که مبارز باشن، یعنی تغییر رژیم بخوان، نه اینکه بخوان هی گزارش بدن هم تحلیل بدن و به همون اندازه که مسئله مخالفین میپردازن بخوان به تحلیل داخل رژیم بپردازن، و این مردم رو سردرگم میکنه. ما روی زمین نیاز به این داریم که رسانه های قدرتمند و نیز اپوزیسیون هایی که در داخل کشور میتونن مؤثر باشن، اینا پشت کار رو بگیرن. یعنی ما باید سازماندهی رو حتی از طریق رسانه ها انجام بدیم و سوشیال مدیا. نیاز به سازماندهی هست، نیاز به برنامه ریزی هست. مثلا امروز که در اصفهان این اتفاق افتاد، انقدر قدرتمند باشیم و هماهنگ باشیم که بگیم خیلی خوب، حالا اگر امروز اینجوری سرکوب کردن، شب میتونیم این کارو بکنیم، فردا در اون شهر اون کاری دیگه میتونیم انجام بدیم. متاسفانه ما در به لحاظ برنامه ریزی و ایجاد راهکارها و نقشه راه، نه اینکه نداشته باشیم، هر کدوم از شما آقایون که اینجا نشستن، هر کسی برای خودش پلتفرمی، نقشه راهی توی مبارزات داره و ازش هم دفاع میکنه، اما مسئله مهم اون نیروی مادیه، یعنی اون چیزی که بتونه این پلتفرم ها رو، این برنامه های عمل رو به اجرا در بیاره. و اون نیاز به یک نیروی سازماندهی و نیز رهبری دست جمعی داریم. ما نیاز به رهبری دست جمعی داریم. هی بیان بگیم آقا اسم رهبر نیارید، نم رهبر نه خیر آقا، تا جنبشی، حرکتی، جایی، کارخانه‌ای، نمیدونم صنفی، هر اگه یک رهبری دست جمعی نداشته باشه اون نمیتونه پیش ببره. و امروز جنبش ما فاقد این رهبری دست جمعیه، به خاطر اینکه متاسفانه ما خودمون همه سلیقه خودمون رو میپسندیم. و باز مهمتر از نقش اپوزیسیون در خارج کشور الان، نقش رسانه هایی که از خارج کشور دارن منتشر میشن که اینا خیلی میتونن در سازماندهی و تداوم مبارزات و رهبری دست جمعی کمک کنن. همین تقریبا نظر شما چیه؟ تقریبا یه طوری که من تا اینجا متوجه هستم، اینکه بایکوت جهانی جمهوری اسلامی با این شرایط در خارج کشور، با این اپوزیسیون، با رابطه این اپوزیسیون با داخل و نقش اپوزیسیون سرنگونی طلب با داخل، یه جورایی از نظر من زیر سوال رفته و که ممکن نیست. من میخوام ببینم شما چطور میبینید؟ آیا میشه با همین اپوزیسیون، با همین درجه از مبارزات، با همین درجه از اختلافات در رابطه با بایکوت جهانی جمهوری اسلامی به توافق و به نتیجه رسید؟ نظر شما چی؟ نکته اول اینه که تو بحثا به نظر کمی این دو با هم قاطی شد، مخلوط شد. مبارزه داخل چه باید کرد؟
موضوع این بحث ما نیست. هر حزبی لابد خودش میدونه داره چیکار میکنه، حزب ما میدونه داره چیکار میکنه، حتما شما هم میتونید. سازماندهی، کار میدانی، تماس با مردم، فراخوان‌های عملی که خیلی هاش به اصطلاح علنی مطرح نمیشه ولی عملا در ارتباطات مطرح میشه، این ها ما درگیر اینه. آقای تبرزدی به درست گفت از طریق مدیای اجتماعی، از طریق رسانه ها. خب همین رسانه‌ای که الان دارین توش صحبت میکنید رسانه یک حزبه، یک رسانه‌ای مثل من و تو نیست و این فقط کارش هم این نیست، هزار و یک کار دیگه این حزب داره میکنه، این یک کارش. بنابراین بحث اینجا سر بایکوته، نه حتی سر سیاست های ما در خود خارج کشور. ما هزار یک سیاست دیگه هم در خارج کشور پیش میبریم، اون مورد بحث نیست. یا بیشتر از اون در داخل کشور اپوزیسیون باید چیکار کنه. اپوزیسیون هر کسی خط خودشو داره، سیاست خودشو داره، راجع به فعالیت های خودش میکنه. من معتقد نیستم اپوزیسیون های خارج کشور، اینکه ما تبعیدی هستیم به این معنا نیست که حرکت و جنبش و مبارزه‌ای که میکنیم خارج کشوریه، به خصوص امروز که مدیای اجتماعی و همین رسانه‌ها دیگه زیاد فرقی بین خارج و داخل نگذاشته. بسیاری از کارهای میدانی از طریق مدیای اجتماعی سازماندهی میشه، حزب ما در خیلی‌هاش درگیره، حتما شما هم همینطور هستید. بنابراین این بحث بذاریم کنار، این نه آلترناتیو و بایکوت، نه به نظر اینو باید به اون مشروط کرد، اونو باید به این مشروط کرد، اینا رو من به نظر من اینا واقع بینانه نیست. اولی اپوزیسیون حالا در خارج کشور سر بحث سیاست بایکوت، نکاتی که دوستان میگن این هست که این رهبری جمعی میخوان، یا آقای لاجوردی میگن بحث آسیب شناسی اپوزیسیون گذاشتیم کسی جواب نمیده. من میگم این سنگ بزرگ بر نداریم. من میپذیرم که اپوزیسیون خارج کشور میتونه باید نیروهاش رو هم بذاره، سر چی ولی؟ سر بحث آسیب شناسی من نمیام. بذارید بحث آسیب شناسی و متخصصین ضد ما بکنن که بگن اپوزیسیون ایران خودخواهه، نمیدونم سلیقاش فرق میکنه، متوجه از این حرفا خیلی میزن. بذارید دشمنای ما این حرفو بزنن، خودمون از این بحثا نذاریم. ما میدونیم به نظرم بس نه سلیقه‌ایه، نه خودخواهیه، نه سکتاریزمه، سیاست ها و افق ها و اهداف متفاوتی. به همین سادگی درسته همه میخوان جمهوری اسلامی بره، بعد هم تعریف از جمهوری اسلامی فرق. همین الان بس بذاریم جمهوری اسلامی برود یعنی چی برود، میبینید 10 نظر در میاد. سر اینا نمیتونه اپوزیسیون دور هم جمع بشه. اصلا اپوزیسیون رفته حزب خودشو، جمع خودشو، کانون خودشو درست کرده برای اینکه یک روایت معینی از سرنگونی رو داره، یک روایت معینی از آینده ایران داره، سیستم ارزشیش متفاوته، سیستم اهدافش فرق میکنه. اینو به رسمیت بشناسید، این به سکتاریسم ربطی نداره. تمام دنیا همه احزاب همینطوری هست، خود احزاب تازه فراکشن های مختلف دارن که سازهای مختلف هست. بنابراین بحث اینجا چیه سر بایکوت؟ بحث ما اینه که این اپوزیسیون سر یک برده، یک پلتفرم خاص، یک شعار خاص، یک هدف خاص که سرتاش هم معلومه، به رسمیت نشناخته شدن سیاسی، دیپلماتیک، ورزشی، فرهنگی جمهوری اسلامی در سطح جهان. اگر با این موافقیم کاری نداریم آسیب شناسیمون چیه، یا هر کدوم چقدر سکتاریستیم، یا چقدر به حرف دیگه توجه نداریم، یا رهبری جمعی است یا هژمونیکه. یا من معتقد نیستم، توی بحث دیگه هم گفتم که رهبری جمعی به معنی جمع جبری احزاب، بدتر به هم می‌ریزن. ما دور خیلی ها جمع شدیم، حتی از احزاب چپ یک بیانیه‌ای که یک اطلاعیه‌ای که شما میتونید هر حزبی عرض 4 ساعت بنویسه 2 طول میکشه تا اونا امضا کنن. اینو ما دیدیم، ولی اینا رو بذاریم کنار. من میگم بحث بایکوت، هر کی با زبان خودش، هر کی با اطلاع خودش، هر کی با امکانات خودش اینو دنبال کنه، به نحوی که وقتی که می فاصله میگیریم، وقتی دولت ها، نهادهای جهانی، سازمان های حقوق بشری، عفو ملل و غیره به اپوزیسیون ایران نگاه میکنه، میگه اینا همه یک صدا میخوان جمهوری اسلامی بایکوت بشین. هر کی هم حالا هر استراتژی داره، میخوان جمهوری اسلامی بایکوت بشه. این ممکنه، این ممکنه. من فکر میکنم یکمی اگه بخوایم باز کنیم معنیش چیه، ببینید وقتی ما میگیم بایکوت هنری، ورزشی، دیپلماتیک، یعنی وقتی هر مقامی میخواد حضور به هم برسونه در هر کنوانسیون بین‌المللی، ما مقابلش به صف بکشیم و بگیم راش ندیم. یعنی وقتی تیم ورزشی کشتی آمریکایی که تعریف میکرد مثلا من یه ماه دیگه میخواد تیم کشتی ایران رو تعریف کرده، دعوت کرده، اونا با بحث نوید افکاری رفتن کنارش، مقابلش ایستادن. این یعنی خرد میشه، میشکنه سیاست بایکوت به یک سری اقدامات معین که اگر شما اینو دنبال کنید و مانیتور کنید، هر روز هر هفته چندین اتفاق در سراسر دنیا میفته که به نحوی یا تیم ورزشی، بله، یا فستیوال موسیقی، یا نمایشگاه کتاب،
یا فستیوال فیل یا نمیدونم کنوانسیون فلان و جمع بین المللی، جمهوری اسلامی تو اینا راه میدن، ما مقابل این نیستیم. میخوام بله. بگم یک کوهکار در مقابل اون تعریف میشه و این به نظر کاملا عملی. آقای لاجوردی، یک اقدامی که دولت کانادا کرد و سالها هم هست، جمهوری اسلامی رو بایکوت دیپلماتیک کرد به یه معنا، یعنی سفارتخانه جمهوری اسلامی در کانادا رو بست، یک اقدامیه. آیا میشه همین اقدام رو با همین اپوزیسیون، با همین سطحی از اتحاد یا عدم اتحاد یا هر چیز، آیا میشه همین رو انتظار داشت که شخصیت‌های مختلف، احزاب مختلف از دولت‌های دیگه بخوان همین اقدام دولت کانادا رو پیش بگیرن؟ نظر شما چی؟ ببینید، بستگی به این داره که دولت‌های دیگه مثل دولت‌های کانادا اقدام بکنن. اون سوال رو باید پاسخ داد. من از حرفای آقای تقوایی یک تضاد رو درک میکنم. میگن که ما سر یک مسئله خاص بیاییم برای بایکوت جهانی دور هم جمع بشیم، یک در جای دیگه بلا فاصله میگن که میخواستن که یک نامه امضا بشه در گروه های چپ، دو هفته طول کشیده و نشده. من نمیدونم کدومشو باید پذیرفت. ببینید، بحث جدیتری مطرحه، شرایط باید مطرح باشه. ببینید، وقتی که شما به تاریخچه 100 ساله بی بی سی نگاه میکنید، بی بی سی در طول این سالها از رضا شاه، محمد رضا شاه، مصدق و خمینی، بیاین جلو ببینیم، بی بی سی با همون رادیویی که اون زمان فقط رادیو بود، نه تلویزیونی بود نه هیچی، میتونست بگه که گفته شده که آقای خمینی در نوارشون این کار باید در فلان چهارراه و خیابون انجام داد. امروز بی بی سی همچه حرفی رو میزنه؟ نمیزنه. ایران اینترنشنال میاره و تحلیل میکنه که بله، در اصفهان آمدن بیرون، اینطوری شد اینطوری شد. نمیان بگن که خیلی خوب، مردم در خوزستان و در سیستان و در بلوچستان هم بپیوندیم به اصفهان. ما بحثمون در اینجاست. آیا ما اون رسانه ای که آقای تبرزدی بهش اشاره میکنن که امروز پرقدرت، شوخی که نیستش که، میتونه که این رو به وجود بیاره، کجاست؟ اون رسانه رو ما نداریم. نه اینکه نداریم، در فکر سرنگونی جمهوری اسلامی نیستن، هیچ کدومشون نیستن، نه ایران اینترنشنال هست، نه بی بی سی هست، نه من و تو هست. این ستا درسته، من میفهمم کانال جدید بسیار تلاش داره میکنه، برای من خیلی قابل ارزشه. فلان تلویزیون دیگه‌ای که منم توش نمیدونم 10 دقیقه صحبت میکنم، فلان بسیار تلاش میکنه، بسیار با ارزشه. ولی آیا این مجموعه که هزاران تلویزیون الان رسانه در خارج از ایران هست، میتونه که در خارج از ایران این یگانگی رو به وجود بیاره، سر بایکوت برن با همدیگه تلاش بکنن؟ من شخصا باور نمی کنم. من بحث منافع رو مطرح میکنم، به منافع اقتصادی که این رژیم تا زمانی که داره این کشورهای خارجی حمایت نخواهند کرد. ولی یه نکته هست، نه به این معنا که مردم پیروز نمیشن. مردم بدون تردید این دفعه هم پیروز نشن، دو ما دیگه این کار انجام میشه. مردم خواستهاشونو نمیتونن پاسخ بگیرن از حکومت جمهوری اسلامی، پس تنشه این وجود داره. ما بیایم اگر نمیتوانیم با همدیگه سر بایکوت به نتیجه برسیم، با همدیگه سر یک برنامه مشخص، نه برای این که من پادشاهم یا رئیس جمهورم یا نخست وزیرم یا چی هستم یا چی هستم، سر یک برنامه فکری که مورد اعتماد مردم ایران قرار بگیره تلاش بکنیم. بیایم از اینجا آغاز بکنیم، با داخل کشور هماهنگ بکنیم، بتونیم که این راه رو جلو ببریم. وگرنه آقای تقوایی، منم مثل شما خیلی دلم میخواد که هر کدوم از ماها، هر کدوم از این سازمانها، احزاب، به تنهایی با دیدگاه خودشون برن دنبال بایکوت. امیدوارم هستم که موفق بشه، این آرزوی همه ماست. بله آقای تبرزدی، شما همونطوری که من یک بار دیگه هم گفتم، سه شخصیت سیاسی اینجا میدونید که جمهوری اسلامی بایکوت بشه خوبه. آیا فکر نمی کنید همین شخصیت ها رو میشه به 50 تا رسوند همین امروز با یه پلتفرمی؟ هر کس به قول همین تقوایی با زبان خودش پای بایکوت جمهوری اسلامی بره، آیا این شرایط خیلی سختیه یا اصلا تأثیر داره؟ چرا باید جمهوری اسلامی رو زحمت کشید بایکوت کرد؟
در حالی که میشه جمهوری اسلامی رو در ایران سرنگون کرد و همه اوضاع تموم بشه. نظر شما چیه؟ بفرمایید. خب من خیلی استفاده کردم از سخنان آقای دکتر لاجوردی که حرف دل ما رو زد و فکر میکنم که اصلا خود این بحث که یک بحث انتقادی هست کمک میکنه که یه مقداری مسیر آینده مشخص تر بشه. ما باید نقد کنیم، همدیگر رو باید نقد کنیم و استقبال به نظر من عالیه. خب ما الان رسانه های قدرتمندمون این مسیری که مسیر، حالا ما میگیم تغییر رژیم، یکی میگه سرنگونی، یکی میگه براندازی، مهم نیست، مهم اینه که جمهوری اسلامی نباشه. خیلی خوب، این رسانه ها که الان نقش احزاب مثلا دهه 30 و 40 رو داشتن، الان رسانه ها دارن همون نقش رو ایفا میکنن، برای اینکه با مردم ارتباط برقرار میکنن، مرتب حرف میزنن و میتونن خیلی کارا انجام بدن در فقدان احزاب و تشکل‌های درون مرز که زیر سرکوبن. دیگه ما که در داخل کشور داریم زندگی میکنیم میفهمیم که واقعا نمیخوام شعار بدیم. بنابراین خب خود این یک بحث خیلی خوبیه که من امیدوارم در رسانه‌ها این بحث مطرح بشه و اساسا مشخص بشه الان ما چه جور رسانه‌ای داریم. و ما یه نوع رسانه داریم که فقط فیلم و سریال منتشر میکنه، خیلی هم قدره، در نمیدونیم هم حالا دنبال چی، به هر حال یه بخشی از جامعه رو جذب کرده و کار خودش میکنه. بقیه رسانه ها، رسانه های سیاسی اگر میگیم، آیا اینا فقط میخوان مثل مثلا فلان رسانه دولتی تحلیل و گزارش بدن هی مرتب؟ آخه مگه ما کم تحلیل داریم؟ مگر مردم ماهیت رژیم رو نمیشناسن؟ و یا فقط خبررسانی کنن و یا نه نقش مبارزاتی داشته باشن. نقش مبارزاتی رسانه یعنی هدف گذاری کرده، میگه که من میخواهم کمک کنم در این مسیر که مردم در انقلاب جدیدشون بتونن این رژیم رو سرنگون کنن. حالا چجوری؟ اون وقت خودش میاد برنامه‌ریزی میکنه، از من و شما و آقای لاجوردی و آقای تقوایی هم که دعوت میکنه دیگه نمیاد بشینه بگه آقا تحلیل کن، میاد میگه آقا برنامه تو بده، چگونه باید مردم رو منسجم کنه. خب این مرزبندی باید صورت بگیره. اون چیزی که از بایکوت آقای تقوایی فرمودن به نظر من خیلی مسئله رو فرو کاشتن. از بایکوت واقعی یک رژیم به بایکوت یک تیم فوتبال و والیبال و مسائلی از این دست، خب اینا که بیشتر مشخصیه. بله، به محض اینکه شما یه مثلا نمایندگی از رژیم میاد، الان هم همین کارا داره صورت میگیره، گروه های مختلف هم داره این کار میکنن، هوش میکنن و میگن اینی که الان رئیسی میخواست بیاد در خارج کشور، همین گروه های دموکراسی خواه و حقوق بشری آمدن و مانع از اون شدن، نامه نوشتن، چنان کردن. این نوع که این بایکوت نیست، این یک نوع مبارزه با رژیم، حالا در یه سطوح مختلفی. اما بایکوت به اون معنایی که مثلا آفریقای جنوبی بایکوت شد، یا این که دنیا بپذیره در سازمان ملل نگن آقا این کرسی این جای نماینده مردم ایران، نه یه دولت فاشیستی سرکوبگر آدم کش. بله، من سوال، من سوالم آقای تبرزادی دقیقا از شما، شخص شما، از شخص حمید تقوایی به شخص آقای لاجوردی اینه، شما که بایکوت جهانی همه جانبه جمهوری اسلامی رو قبول دارید، نه فقط فقط ورزشی که اون یه گوششه، در ابعاد دیگه، آیا شما فکر نمی کنید با همین درک شما از بایکوت، آقای تقوایی با همین درکش از بایکوت و آقای لاجوردی با همین درکش که این جانورای تروریست رو نباید در خارج راه داد و بهشون سفارتخونه داد، آیا نمیشه همین جمع و همین فردا به 50 تا شخصیت رسوند؟ سوال مشخص هم همینه. آقای ببینید، قطعا میشه رسوند، اما من صریح به شما بگم اولویت ما در داخل کشور الان این نیست. آخه بحث امروز ما اولویت داخل ایران الان این، ما برنامه میذارم سر اولویت اپوزیسیون در داخل ایران، بیام صحبت کنیم. یک نمونه مشخص، یک عرصه مشخص، مثل همون کاری که در دادگاه تریبونال آبان کردیم، اونام که بحثشون این نبود که جمهوری اسلامی رو در ایران میخوایم امروز با این دادگاه سرنگون کنیم، اونا اومدن یه مسئله مشخص و خاص گرفتن و همونجا جمهوری اسلامی رو کوبیدن. یا مسئله دادگاه حمید نوری، چه ولوله‌ای در دنیا را انداخت. بس مشخص و معین. سوال من اینه، میخوام شما هر سه نفر به سوال مشخص من پاسخ بدید. آیا میشه سر بایکوتی که هر جوری که شما نظر دارید شخصیت ها و احزاب و از اینی که اینجا هستند به 10، به 15، به 20 رسوند که به یک و با بیان خودشون جمهوری اسلامی رو این خواسته ببرن در میان دولت ها و اونا رو وادار کنن برای این بایکوت،
لطفا روی این، چون وقت خیلی کمه، این سوال من رو مشخصا شما آقای تبرزدی کوتاه 2 دقیقه بگید، بعد آقای لاجوردی، بعد حمید تقوایی. شاید حمید تقوایی نوبتشه، ولی من اینطوری فکر کنم. بله، ولی خب شما مثلا صحبت من اومدید. ببینید، اولا که مسئله دادگاه آبان و مسئله دادگاه نوری رو ما خیلی واقع بینانه برخورد کنیم. اینا چیزایی بود که انجام شد دیگه. یعنی نوری باید می اومد خارج کشور، همت کردن ایرانیان خارج کشور، ایشون رو به دام انداختن و خود به خود این دادگاه، یعنی شرایطش آماده بود. یا دادگاه آبان 1500 چند هزار تا آدم کشته شده، در داخل کشور دادخواهی مطرح میشه، همیهنان در خارج کشور همت میکنن و کار انجام میدن. اما مسئله بایکوت رژیم جمهوری اسلامی که الان 40 ساله نشده، 30 ساله نشده، 20 ساله نشده، کار بسیار بسیار سختی است با توجه به شرایط کشورهای دیگه دارن، منافعی که دارن. اما مانع از این نیست که این کار صورت بگیره. این کار صورت بگیره، ما اگرچه در داخل کشوریم، ولی بخش برونمرزی جبهه دموکراتیک ایران حتما خواهد. بله، آقای لاجوردی عزیز، شما بفرمایید. بله، منم فکر میکنم که به طور قطع و یقین میتونه صورت بگیره و میتونه بسیار مثبت باشه، ولی به شرطی که بشه. شرط اول شدنش فقط اینه که شما تلویزیون کانال جدید، چون من احترام دارم برای شما بسیار، تلویزیون کانال جدید هم بتونه مثل من و تو بفرمایید شام داشته باشه، رقص فلان داشته باشه و این مسئله رو مطرح بکنه. ببینید، بحث قدرت رسانه است. اگر قدرت رسانه وجود داشته باشه، بدون هیچ گونه تردیدی این پیشنهادی که وجود داره برای بایکوت عملی خواهد شد، بدون تردید عملی خواهد شد، چون ایرانی ها در خارج از ایران فارغ از رهبری اپوزیسیون، نمیدونم که حالا اسم من نمیبرم، بسیار توانا هستند، بسیار پرقدرت هستند، هم از نظر سیاسی، هم از نظر اجتماعی، هم از نظر علمی، از هر نظر، و عاشق ایران اونها میتونن که کمک بکنن، به شرطی که این وسیلهش فراهم بشه. بله، آقای تقوایی، شما لطفا زمان در نظر بگیرید، وقت زیادی نداریم، بفرمایید. بله، من البته یه نوبت منو شما بله یه نوبت شما رو من ببخشید، شما نوبتتون رو صحبت کنید، یکمی بیشتر به من. بله بله، درسته، شما ببخشید. ببینید، من خیلی خوشحالم از آخرین، یعنی سوال مشخصی که شما مطرح کردید، جوابای خیلی دلگرم کننده ای بود که هم آقای تبرزدی دارن هم آقای لاجوردی، هر دو گفتن میشه این کار کرد، منتها به شرطی که اینطوری کنیم اونطوری کنیم. منم کاملا قبول دارم. ببینید، آقای لاجوردی تو حرف من یک تناقضی ظاهرا پیدا کردن که من گفتم از یک طرف وقتی با نیروهای میشی دور هم، دو هفته طول میکشه یک بیانیه که 24 ساعته میشه داد و داد، از اون طرف میگم بیا سر پای کن. خب من توضیح دادم، گفتم هر نیروی، ما نمیخوایم بیانیه مشترک یا به اصطلاح پلتفرم مشترک سر بایکوت بدیم، نمیخوایم دور هم جمع بشیم بحث های کشاف بکنیم یا مسئله رو به داخل کشور رس کنیم، به موقعیت خودمون، به اینکه ما تلویزیونمون اینطوریه، این کار نمیخوایم بکنیم. اگر این ایده رو قبول داریم که الان همه اینجا قبول داریم، خوشبختانه هر کی با امکانات خودش، با زبان خودش، با اطلاعی که خودش انشای خودش رو می‌نویسه، اصطلاحات خودش هست، مهم اینه که همه سازای ما، یکی ویالون میزنه، یکی پیانو میزنه، یکی نمیدونم سنتور میزنه، ولی یک آهنگو داریم میزنیم، اونم اینکه جمهوری اسلامی باید بایکوت بشه. من بحثم اینه. مثالایی که زدم، آقای تبرزدی گفتن اینها بایکوت نیست، قبول دارم اینا بایکوت نیست، ولی کارهای کلان از قدمهای ریز برمیخیزن. در هر حال شما اگر سیاست بایکوت بیاید بشکنید، تبدیل میشه به یک سری اعتراضات و گفتمان ها و تبلیغات مشخص سر حضور نمایندگان جمهوری اسلامی. فرض کنید مثل همین کنفرانس گلاسکو که خوشبختانه رئیسی نیامد و اعتراضاتی شد، یا تو نشست سازمان ملل، اجلاس سازمان ملل رئیسی نیامد. خب ما اینو دنبال کنیم و در هر حرکت مشخصی اون پرچم اصلی بایکوت هم بلند کنیم، این رو زیر مجموعه بایکوت بزنیم. بالاخره بایکوت جمهوری اسلامی یعنی اینکه نه تنها سفارتخانه‌هاشون بی‌بندن و به رسمیت نمیشناسن، بلکه تو فعالیت های بین المللی ورزشی و هنری و سینمایی و غیرم راش نمیدن. این تصویر رو ما بدیم که ما این انتظار رو از دنیا داریم. به احتمال زیاد ابتدا نهادهای غیر دولتی این کار رو خواهند کرد تا برسه به دولت ها. یعنی زمانی هم در نظر بگیرید، ابتدا میشه اینطوری تصور کرد که جمهوری اسلامی تو المپیک مثلا اخراج شده، از ILO اخراج شده، سازمان جهانی کار، که خیلی امکانش هست.
این زمینه رو فراهم میکنه که وقت دولت ها هم خودشون رو مجبور ببینن که این کارو بکنن. بارها دوستان گفتن دولت ها منافع خودشون رو دارن، من کاملا موافقم، ولی توضیح دادم ابتدا که همین دولت هایی که منافع خودشون رو دارن یک جایی تشخیص میدن که دیگه منافعشون به خطر میفته اگر پشت یک رژیم رسوا و در حال سقوط بیستن. خب شما یک دقیقه دیگه، چون برنامه واقعا تموم شده. بس من اینه که خب همین سه نفری که الان سه جریان رو داریم نمایندگی میکنیم اینجا هستیم، بریم پای این کار. به درست از قدرت تلویزیون ها صحبت کردید. خب تلویزیون کانال جدید ممکنه تو اون سطحی که مثلا ایران اینترنشنال هست یا من و تو هست به اون سطح نرسیده باشه، ولی یک فرق اساسیش این است که همون تلویزیونی هست که میخواد سرنگون کنه، که میخواد راهکار بده و ما تمام تلاشمون رو میکنیم این کارو بکنیم. این ارگان در اختیار شماست. هر حزبی، هر نیرویی که بخواد بیاد بحث بایکوت کنه با هر فرمبندی و با هر زبانی که میخواد، ما این تیرونه در اختیارش میذاریم. به اضافه اینکه یک تلویزیون 24 ساعتی هست که کاملا فرق میکنه با تلویزیون اینترنشنال و من و تو. این فرق رو مردم میبینن، بخصوص پیشروان و فعالین و دست اندرکاران حرکت های اعتراضی این فرق رو میبینن. ببینید جامعه ایران رو بالاخره باید از اون خامه جامعه گرفت، اون بخشی که واقعا اکتیوه، که بهشون میگیم کنشگران، فعالین، چهره ها، رهبران عملی، هر اسمی روشون بذارید. اونها متوجه فرق کانال جدید با تلویزیون دیگه هستن. اونها هم مثل من شما میدونن که پشتشون عربستان سعودیه، پشتشون دولت انگلیسه، ولی پشت این یه حزب سرنگونی طلبه و چهره ها و نیروهایی که میان واقعا میان در جهت سرنگونی صحبت میکنن. بله همینطور. ما حزب ما این امکانات داره، در اختیار میذاره، و من امیدوارم هم آقایان تبرزدی و لاجوردی و هم کسان دیگه‌ای که اونجا در برنامه دیگه اینجا داشته باشیم بتونیم به این توافق برسیم که سیاست بایکوت رو باید رفت پشتش. فعالانه همه میریم این کار رو میکنیم، سیاست رو به داخل با ایران وقتمون... هر حزبی برنامه خودش رو خواهد داشت. بله خیلی ممنون. وقت برنامه واقعا تموم شد. من دوست دارم باز هم امکاناتی بذاریم در کانال جدید بیشتر و بیشتر بحث کنیم، هم نظری کنیم، اختلافات رو شاید بتونیم کمتر و کمتر بکنیم، هم نظری ها رو بیشتر و بیشتر. خیلی ممنون مهمانان عزیز این برنامه، براتون بهترین ها رو آرزو دارم. و بینندگان عزیز تلویزیون کانال جدید، برنامه سر بایکوت جهانی جمهوری اسلامی بود و مهمانان برنامه آقای حسین لاجوردی، آقای تبرزدی و حمید تقوایی به پرسش های من پاسخ دادن. براتون بهترین ها رو آرزو دارم.